سلام، من نرگس صمدی هستم. امروز میخوایم با هم یه ستی رو ببافیم که مناسب شب یلدا هم هست. ستی که ما میخوایم ببافیم این اسکاچ هست که شبیه هندونه است و این دستگیره‌ای که شبیه هندونه است و این هندونه‌ای که یه قاش از هندونه میتونه باشه که مناسب شب یلدام هست و میخواییم با همدیگه آموزشش رو ببینیم. برای بافتن این ستمون، برای اسکاجش ما احتیاج به نخ سوزنی داریم که از رنگ سبز و قرمز و سفید استفاده میکنیم و برای بافتن دستگیرمون از رنگ قرمز و سفید و سبز نخ اکریل تاب استفاده میکنیم و من هر دوی این نخ ها رو با قلاب شماره 2.5 ژله‌ای میبافم. حالا با هم دیگه میریم که آموزش رو ببینیم. خب ما برای بافتن این هندونه اول یه حلقه جادویی میزنیم به این شکل. قلاب رو داخل میبریم. دو تا زنجیره میزنیم. به این صورت و قلاب از دستمون نخواهد دستمون در میاد. حالا من برای بافتن این هندونه باید 12 تا پایه متوسط بزنم. چرا 2 تا زنجیرم زدم؟ چون میخوام پایه متوسط ببافم. حالا پایه متوسط چیه؟ من نخ و دور قلاب میگیرم، وارد حلقه میشم به این شکل و 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره یه حلقه میگیرم، میرم داخل حلقم و 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره نخ میگیرم و داخل حلقه میشم و 3 تا رو با هم یکی میکنم. به این صورت من میتونم با پای بلندم ببافم این هندونه رو، ولی پای بلند زیاد قشنگ نمیشه. به نظر من پای متوسط ببافید قشنگ تر، شاید یکم سخت تر باشه ولی هندونتون قشنگ تر میشه. خب پس ما توی حلقه جادوییمون 12 تا پایه متوسط میزنیم و من میام ادامه کار با هم دیگه میبافیم. خب ببینید من الان 12 تا پایه متوسطم رو زدم، بعد میام به اون 2 تا زنجیره اولم یه بست میزنم و این رجم تموم میشه. حالا دوباره برای شروع رج 2 تا دونه زنجیره میزنم روی همون 2 تا زنجیره، همونجا یه پایه متوسط دیگه میبافم، بعد میرم پایه بعدیمو میبافم. یعنی من میخوام چیکار کنم؟ میخوام دونامو دو برابر کنم، 12 تا من بشه 24 تا. خب پس دوباره روی گندمی بعدیمم 2 تا پایه متوسط میبافم. دوباره روی پایه بعدیش ببینین، روی این پایم هم 2 تا میبافم و این رج رو به همین صورت ادامه میدم. یعنی روی هر پایه رو 2 تا پایه میبافم و پایه های من از 12 تا به 24 تا میرسه. خب ببین من الان رو هر پایه 2 تا پایمو زدم و میام دوباره به اون 2 تا زنجیره اولم یه بست میزنم. خب این هندونه یه گرد بافی ساده است. گرد بافی هم روشش اینه که شما اول هر چند تا پایه میزنید توی هر رج به تعداد همون باید بهتون اضافه بشه. یعنی ما اینجا 12 تا زدیم، تو رج دوم باید 12 تا دیگه به پایه‌مون اضافه بشه، توی رج بعدی هم دوباره 12 تا و به همین صورت ادامه بدیم. حالا چون تکرار هست من این یک رجشم بهتون میگم و بعد میبافم به اندازه ای که شد میایم و تغییر رنگ رو با هم میبافیم. ببینید همه رج ها با 2 تا زنجیره شروع میشه. ما دفعه پیش روی هر پایه رو 2 تا زدیم، این دفعه یه در میون، یعنی یه پایه میبافیم دومی رو 2 تا میزنیم. الان این 2 تا زنجیره حکم یه پایه بلند پایه متوسط رو برام داره، میرم تو پایه بعدی. پس پایه بعدیمو 2 تا میبافم، یکی دوتا. خب حالا دوباره پایه بعدیمو
یه دونه میبافم به این صورت. بعد دوباره پایه بعدیشو دوتا میبافم، یکی دوتا، به همین صورت ادامه میدم. این رج رو یه در میون به پایهام اضافه میکنم. بعد چون تکرار هست من میبافم و میام برای تعویض رنگ با هم دیگه ادامه میدیم. ببینید رج اول 12 تا زدیم، رج دوم یه در میون اضافه میکنیم، رج بعدی دو تا میبافیم، سومی رو بهش پایه اضافه میکنیم، رج بعدی 3 تا میبافیم، چهارمی رو بهش اضافه میکنیم، رج بعدی 4 تا میبافیم، پنجمی رو بهش اضافه میکنیم و به همین صورت رجا رو ادامه میدیم و 1 2 3 4 5 6 7 رج رنگ قرمز رو ما میبافیم. هندونم که حتما باید با قرمز شروع شه و بزرگی هندونم که میخواید باید با قرمز اندازه بگیرید، چون بعدا فقط دو رج ما داریم برای تموم کردن هندونه. پس شما اگه میخواید اینو دستگیره بکنید و بزرگتر ببافید باید تعداد رنگ قرمزتون رجهاش بیشتر باشه به اون اندازه دلخواهی که میخواییم ببافیم. حداقل 9 رج باید ببافید برای دستگیره و دستگیرش رو درست کنید. پس من الان این قرمزمون به همین روشی که بهتون گفتم میبافم و وقتی به رنگ سفید رسیدم میایم و با هم کارو ادامه میدیم. خب ببینید من اینو بافتم، الان من 6 رج بافتم، نمیخوام 7 رج ببافم. شما یا 6 رج ببافید یا 7 رج ببافید. حالا من برای اینکه زودتر تموم شه آموزشمون یه رجم کمتر بافتم. حالا با این نخ سفیدمون خب وارد یکی از این گندمی ها میشیم. وقتی قرمز رو به اندازه دل خواهتون زدید بعد یه رج سفید میرید. حالا تو اون رجی که هستید شما هر کجا که باید پای زیاد کنید پای اضافه میکنید، فرقی نمیکنه، با فقط رنگ عوض شده. خب پس برای شروع دو تا زنجیرمو میزنم و شروع میکنم به همون بافت سابقم. بعد شما اگه یه جاهایی دیدید که مثلا گردیتون جمع نمیشه میتونید یه رج مثلا توی بافتاتون اضافه نکنید، و اگه دیدید جمع میشه داره حالتش بد میشه اضافه کنید، چون اگر کسی که شل میبافن امکان داره که بتونن یه رج ساده ببافن، ولی کسایی که خیلی سفت میبافن نه. باز میگم به دست شما بستگی داره که شما بافتتون دستتون چجوری هست. خب ببینید همین به هم روش قبلی من اینو میبافم رنگ سفیدشو، بعد میام رنگ سبزشو میگم و بهتون میگم که چجوری اسکاجو تموم بکنید و چجوری به این شکل نیمه درش بیاد، چون نیمه در آوردن دیگه توی رج آخر با رنگ سبز هست. خب حالا من اینو میبافم و دوباره میام با هم ادامه کارو میبافم. ببینین من الان اینو بافتم، حالا میخوام رنگ سبزم رو شروع کنم. اگر شما میخواین هندونه گرد ببافین به این شکل که نه، خب اینجا وزن میکنید به یکی از این پایه هاتون و یه بست میزنید و رج رو شروع میکنید، یعنی دوتا دونه زنجیرتون رو میزنید و شروع میکنید به بافتن پایه هاتون. خب پایه هاتون رو میبافیم و اونجا که باید زیاد کنید پایه هاتون رو زیاد میکنید، میبافید تا آخر رج میاد و یه بندینک بهش بست میکنید. ولی اگر میخوای مثل این هندونه نصفه باشه، وقتی که نختون رو بارده اینجا که وارد بافت کردیم، ببینید نخمو میارم وارد میکنم اینجا، خب و یه پایه کوتاه میزنم. خب بعد این دوتا رو به این دایره رو به این صورت دایره رو میذارم روی هم دیگه به این شکل. خب و شروع میکنم با پایه کوتاه اینو به هم وصل میکنم. ببین یه دونه گندمی از این ور میگیرم، یه دونه گندمی هم از طرف دیگه و یه پایه کوتاه میزنم به این شکل.
دوباره میام و یه گندمی از این میگیرم، یه گندمی از این میگیرم و به هم دیگه وصل میکنم به این صورت. خب اینو با هم وصل میکنم، میام تا انتهای کار و اینجا یه بندینک براش میبافم. ولی الان من چون نمیخوام اینو به صورت نیمه در بیارم و میخوام به عنوان اسکاج از استفاده کنم و گرد ببافمش، من میام و اینجا که حلقم وارد کردم به بافت قبلیم ادامه میدم، یعنی یه بست میزنم، دو تا زنجیرمو میزنم، بعد میرم پایه بعدیمو میبافم و هر جا که قرار افزایش داشته باشم افزایش میدم، یعنی دو تا پایه میبافم. حالا من اینو چون بافتش تکرار هست میبافم تا آخر، میام و بس دستش رو با هم دیگه میبافیم. خب ببین من رجمو زدم تموم شد، حالا میام با یک بست به اون دو تا زنجیره اولم متصل میکنم و حالا یه تعداد زنجیره برای دستم میزنم، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه، ده، یازده، دوازده تا کافیه و میام به همون جا همون سر کار یه بست میزنم و این بافته گردیمون تموم میشه. خب این نخست زنی رو هم حتما با فندک قطع کنین، چون با قیچ قطع کنین پاره میشه، خب شکافته میشه در واقع. خب الان من اینو بافتم، گردی تموم شده، حالا میخوام این دونه های سیاه روش رو درست کنم. برای این دونه ها شما با کاموای مشکی داخل یه گله میزنم بهش، خب با یه کاموای مشکی و سوزن نخ میای به صورت پراکنده، ببینین از زیر من نخو میارم، ببخش سوزن رو میارم، خب میام بالا، خب بعد از این بافتامو میگیرم به این صورت و روشو میبافم. خب اگر مثل من کامواتون خیلی کلوف نبود، زیاد معلوم نبود، یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنه که این همون جاها این کار رو تکرار میکنه که دونتون بیشتر دیده بشه. خب بعد نخو میبرم پشت کار، ببینین پشت کار میارم. حالا از داخل بافتام این نخ رو من رد میکنم به این صورت، خب که این نخ از پشت کار خیلی دیده نشه و آشفته نکنه کارو، خب به این شکل. نخم رد میکنم، خب تا اونجایی که میخوام این بر یکی از این سیاه ها رو بزنم. خب حالا من یه دوتا دیگه رد میکنم، بعد دوباره از نخام رد میکنم میرم بالا. خب دوباره به همین صورت، دوباره از اونجا از اینجا نخام رد میکنم، میام یه دونه دیگه اینجا میزنم و به همین صورت شما این سیاهای روی هندونتونم هر جا که دلتون خواست میزنید، به صورت پراکندم بزنید، خیلی به هم نزدیکم نزنید. خب اینم از اسکاج هندونم. واسه این گردی هم همین کارو میکنید، واسه این گردی هم دقیقا به همین شکل، فقط اونجا چون دوتا به هم چسبیده هستن کار راحت تر هم هست، چون شما از لای اونا رد میکنید و زیاد احتیاج به تمیزکاری نداره. امیدوارم که ببافید، لذت ببرید. چب چلم پیشا پیش بهتون تبریک میگم، ممنون میشم که کانال رو دنبال کنید و از آموزش‌ها استفاده کنید. ممنون از نگاه زیباتون.